لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. براتون گفتم در این آیه در گپ دوگام است که والذین یشترون لهو الحدیث. ببینین عبدالله ابن مسعود چقدر دقیق است در این آیه. کسایی که میگه لهو حدیث را خریداری میکنن، امیاله امی شما برادرا بیاد دارین که کدام کسب کسبی پیسه براتون میتن، کدام محفل موسیقی را جور میکنین که هنرمند یا مطرب از پیشتان پیسه نگیره، کدام برنامه موسیقی جور میشه که در او پیسه مصرف نمیشه. اگر یک ملا مسلمه را اعلان کنه که ما در مسجد گپ میزنم، شاید 15 نفر حاضر نشه و بیته که موترم پشتش روان کنم. ولی اگر یک موسیقیدان اعلان کنه، یک هنرمند، که ما در فلانه سالون موسیقی می نوازم، ترانه می خوانم، تکت من 20 پوند است، به هزارها نفر پیشش میره. این همی گفت است که و من الناس من یشتری لهو الحدیث، مردم میره لهو حدیث خریداری میکنه. این بار دوم در این آیت کریمه ثابت میکنه که امی آیت کریمه راجع به موسیقی نازل شده. آیت دوم، 4-5 آیت از گوش کنه. آیت دومی که موسیقی را کسایی که میگن موسیقی حرام است، آیت دوم کدام است؟ واستفز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. واستفز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. ميجا بالشيطان استفزاز شيرا ميجا اصلا دي ايه الكلمه كي واستفز امدان امي كلمات راكي بفهم بسار ارشز بالي ما اصان مشا واستفز استفزاز از حالت سکون به حالت حرکت در آمدن، این استفزاز میگه که می ترنگ موسیقی میشه. اگر فکرتان باشه اما خوبترین آدم سر می جنبانه، کمک خرابش چک میزنه، کمک خرابترش در میدان در آمده میرقصه. اما تو رست وستفز استفزاز، همه علمای لغت پرسان کنه، حرکت دادن آدم ساکن را استفزاز میگه. واستفز من استطعت به صوت که، ای شیطان حرکت بده کسایی را که تو میتونی به صوت که، با آوازت که اینمی آواز خواندن است، امی آواز خواندن است. و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و به اصطلاح بتاس به طرف از اونا، به مردم سوار، به عسکرایی که به عسکرای پیادت و عسکرای سوارت، یعنی به گمراهی مردم. شیطان از 3 اسلوب کار میگیره: یکی از آوازهای خوش، یکی از کرای پیاده خود، شیطانای خرد پیاده رو روان میکنه که کمک ناوختر میرسن، یکی شیطانای سواره روان میکنه که کمک زودتر میرسن. یعنی 3 اسلوب برای گمراهی انسانها شیطان اختیار کرده. عبدالله ابن عباس چی میگه؟ میگه ما این آیت را میفهمم عبدالله ابن عباس ترجمان است، ترجمان القرآن. پیغمبر اسلام گفت که اللهم فقهه فی الدین و علمه التاویل. خدای عبدالله ابن عباس دین یاد بده و تاویل آیات کریمه را یاد بده، تفسیر یاد بده. یه میگه به خدا قسم که اینمی آیت کریمه که من استطعت منهم بصوتی که راجع به موسیقی و آلات موسیقی است. واستفز من استطعت منهم بصوتك و اجلب عليهم بخيلك و رجلك. واستفزز، بله، واستفزز من استطعت منهم بصوتك و اجلب عليهم بخيلك و رجلك. بله، سوارو پیاده. آیت سومی که کسایی که میگن موسیقی جواز نداره کدام از برادران؟ افمن هذا الحديث تعجبون و تضحكون ولا تبكون و انتم صامدون. افمن هذا الحديث تعجبون، آیا از امی حدیث شما تعجب میکنه؟
که قرآن کریم است و تدهکون و خنده میکنین و لا تبکون و گریان نمیکنین و انتم صامدون و انتم صامدون. این صامدون قاری صاحبا وجود داره بسین نشته شده. این لغت قبیله حمر الیمنی است. حمر الیمنی یعنی صامدون ای تغنون و در برابر قرآن کریم شما موسیقی می نوازین، غنام مشنوین، ساز و سرود مشنوین. و در زبان عربی میگه که اسمد لنا ای غنی لنا، اسمد لنا ای غنی لنا. میگه اسمد لنا که ما ننه برای ما بیت بخوان، برای ما محفل موسیقی بساز. این آیت سوم. آیت چهارم والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. کسانی که میگه شهادت حاضر نمیشن. اینجا این آیت کریمه معانی زیاد داره برادر. ما ان یک معنی که راجع به موسیقی سمورا براتون میگم که امانت علمی مراعات شوه. این شهادت زورم بعضی فقها میگش، ولی محمد حنفیه ابن علی بچه حضرت علی سمی که والذین لا یشهدون الزور، کسایی که حاضر نمیشن در محافلی که موسیقی می باشه. چرا؟ میگه به دلیل بعدی آیت این محفل موسیقی است. چرا؟ و اذا مروا باللغو مروا کراما، وقتی که به چیزای لغو روبرو میشن از پولش هم تو کریمانه تیر میشن. لغو موسیقی است، لا یشهدون الزور میگه موسیقی است. اگه بگیم لا یشهدون الزور، کسایی که شهادت زور نمیتن، شهادت دروغ نمیتن، با زیاد مطابقت به بخش اخیر آیت میگه نمیکنه که و اذا مروا باللغو مروا کراما. والذین یشهدون لا یشهدون الزور، کسایی که در محافل موسیقی حاضر نمیشوند و وقتی که به همچون محافل عبور میکنن بسیار کریمانه و مؤدبانه از بالش تستر میشه. این گپ محمد حنفیه ابن علی است و تابعی خیلی مشهور است که شما میفهمن او میگه اینمی زور دیگه به معنای غناست. آیت پنجم، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. بگو ای پیغمبر که خدا حرام کرده فواحش را، کارهای بد را، آن چیزش ظاهر میشه و آن چیزش که در باطن است و در پنهان. و ما یقین دارم که اما شما به ما متفق هستین که امی محفل موسیقی و ساز و سرود هیچ کس نمیگه که از عبادات است. از عبادات هیچ کس نگفتش، درست؟ این امی آیتان به امی خاطر استدلال میکنن. پنج آیت کریمه، آیات زیاد بود، ما به خاطر اختصار در وقت براتون پنج آیت انتخاب کردیم. آله از قرآن کریم فهمیدیم که کسایی که میگه که موسیقی حرام است. آله من در احادیث شریف، احادیث شریف که به حرمت موسیقی دلالت میکنه کدام است؟ بعد از او باز به قول صحابه، به قول تابعین، مجتهدین میایم و باز میریم به دلایل مجوزین کسایی که میگه جواز داره. حدیث اول، امام بخاری از شیخ خود هشام ابن عمار روایت میکنه که میگه که لیکونن، این حدیث از ابی مالک اشعری روایت است که میگه سمیت رسول صلی الله علیه وسلم یقول لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازفه. میگه در بین امت ما اقوام میباشه که چهار چیز حلال فکر میکنن در حالی که او حلال نیست. چهار چیز حلال فکر میکنه در حالی که این چهار چیز حلال نیست. اول الحره، حر فرج یعنی زنار، نامای مختلف برش میده. والحریره ابریشمه، که ابریشم پوشیدن ابریشم برای مردا حرام است و برای زن حلال است. و الخمر و شراب را، شراب را نامای مختلف میتن نگه منبهات و
مشتهیات و چی و چی نامه را برش میتن که برادر شراب نیست و میخورن. نامش را تغییر میتن و اصلا شراب است. و المعازف و ساز آواز را. معازف گفتیم که ساز آواز را دویش هم میگن. یا را حلال میدانن. مناقشه از این حدیث کسایی که میگن موسیقی جواز داره مناقشه شایتو میکنن که این حدیث اصلا حدیث معلق است. و احادیث ضعیف 4 نوست. حدیث مرسل، معلق، منقطع و معدل. حدیث دو تایش میگم در بحث اصول حدیث نمیریم که وقت ما رو میگیره. حدیث مرسل اموس که تابعی از صحابی روایت کن، از رسول صلی الله علیه و سلم روایت کن. متوجه شدن که بسیار بحث چی است؟ اصول حدیث. حدیث مرسل کدام است؟ که یک تابعی بخیزه مثل حسن بصری بگه که قال رسول صلی الله علیه و سلم، یا سعید ابن مسیب بگه قال رسول صلی الله علیه و سلم، در بین صحابه را حذف کنه. این چیز حدیث مرسل است. این در جمله حدیث چی میگن؟ ضعیف. و این حدیث از جمله حدیث معلق میگیره. معلق. معلق کدام حدیث میگه؟ معلق امو حدیث است که از اولش یک راوی یا دو راوی را ذکر نکنه. یک راوی یا دو راوی را ذکر نکنه به خاطر تدلیس. تدلیس چه معنا؟ که امو راوی را که ذکر نکرده، تدلیس دو معنا میده. یا ایست که پتش میکنه، یا ایست که ای راوی ضعیف است که حدیثش قوی معلوم شوه، یا ای که راوی قدر ثقه است که حاجت به ذکر نامش نیست. بناهن در بخاری شریف این دو نوع حدیث وجود داره، معلقات امام بخاری و مراسیل امام بخاری. هر دوش در بخاری وجود داره. ولی جواب از اعتراض شانیست که اصلا امام بخاری هشام ابن عمار که شیخش است او را ذکر نکرده، در حالی که عمار ابن هشام بخاطر عزیز کرد، بخاطر تدلیسی که مجهول الهویه است، نه بخاطر عزیز کرد نکرده که یک آدم ثقه و ثبت است، غیر از امام مسلم تمام سها از پیش ازی روایت کرده. غیر امام مسلم تمام سها از پیش ازی روایت کرده. و به می خاطر معلقات امام بخاری را علمای حدیث گفتن که صحیح است، و مراسیل امام بخاری را هم علمای حدیث گفتن صحیح است. بازا میگه به خاطر که شکتان برای این حدیث را از طرق دیگر طبرانی روایت کرده به شکل موصول که هیچ معلق نیست، تمام رواتش را ذکر کرده. بگون یکی طبرانی روایت کرده، یکی بایحقی روایت کرده، دو ابن عساکر روایت کرده، سه و ابو داود در سنن خود روایت کرده، 4 امرای امام بخاری، 5. و این حدیث کی گفته ضعیف است؟ ایره ابن حزم گفته ضعیف است، در حالی که هشام ابن عمار در سال 246 وفاتش است و ابن حزم در سال 455 یا 56 وفاتش است. و 50 نفر از ائمه حدیث سر ابن حزم بسیار به شدت رد کرده و گفته که خود ابن حزم در مسائل حدیث آدم مختلط است، گاهی یک گفه میزنه گاهی دیگه گفه و تجریحش باید قبول نشه. بناهن حدیث اگر به شرط بخاری هم میمانه علما قبولش کرده، و اگر به شرط بخاری قبولش نمیکنن 4 طریق دیگه داره در 4 کتاب دیگه که براتون عرض کردم، که تبرانی است، که تبرانی مثل امام احمد 1,000,000 حدیث حفظ داشت و بایحقی است و ابن عساکر است و ابو داود است و حتی حاکم در مستدرک هم این حدیث را ذکر کرده. بنان حدیث در صحتش هیچ شک وجود نداره. یک انتقاد دومی که سری از این حدیث میکنن چی است؟ انتقاد دومی که سری از این حدیث میکنن ایست که اقتران مفردات معنای حکم واحد نداره. این را تشریح کنم براتون. اصول فقط اقتران مفردات استلزام معنی حکم واحد را ندارد. یعنی میگه که اینطور است که پیغمبر اسلام گفته که اقتران مفردات چطور است؟ هر حریر، خمر و معازف. میگه هر کدام از این حکم علیه داره. معازف دیگه نمی آید.
معاذف دی نمی در حالی که مخالف اصول فقه است. در اصول فقه میگه که اقتران مفردات معناش حکم واحد است، کلش یک حکم داره. در اصول فقه میگن و استدلال با آیت کریمه میکنن که انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، کلش حرام است. ای تو نمیشه که خمر یک حکم داشته باشه و میسر دیگه و ازلام دیگه و انصاب دیگه. گفت مرا فهمیده؟ یکمک درس متوجه شدن که درس چی هست؟ تخنیکی سی اگذاره. ای حدیث هم از پیششان برشان جواب داده شد. خب بناهن امی چهار چیزی که معنای حدیث است که امی چهار چیزی که چهار چیز حرام است و بعض مردم آن را حلال می دانند. همین چهار چیز حرام است در حدیث و بعض مردم را حرام می‌دانند.